بیرون شدن کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان یکی از موارد بحث برانگیز در گفتگوهای صلح میان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای روند صلح افغانستان و نمایندگان گروه طالبان بود. حالا وزیر دفاع آمریکا میگوید که کاهش نیروهای آمریکایی از افغانستان تصمیمی است که به گفتگوهای صلح با طالبان ربطی ندارد. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا به خبرگزاری رویترز در لندن گفته است که کشورش بحث‌هایی را در این مورد با مقام‌های آمریکایی و متحدانش در ناتو آغاز کرده است. یقین دارم ما می توانیم شمار نیروهای من را در افغانستان کاهش دهیم. همزمان مطمئن باشیم که این کشور مکان امن ترستان برای املاب امریکا نخواهد شد. متحدان ما نیز توافق دارند که می توانیم شمار سربازان خود را در این کشور کاهش دهیم. دونالد ترامپ در سفر هفته گذشته به افغانستان از کاهش حضور نظامیان کشورش در افغانستان خبر داد. او گفت که نیروهای آمریکایی در افغانستان به 8600 نظامی کاهش خواهند یافت. در حال حاضر حدود 13000 نظامی آمریکایی در افغانستان حضور دارند. با این حال وزیر دفاع آلمان در سفر به افغانستان و دیدار با نظامیان کشور در ولایت بلخ از احتمال تمدید ماموریت این نظامیان خبر داده است. میخواهم بگویم این خوب است. کاری را که آغاز کرده ایم و تا حال تکمیل نشده است آن را ادامه بدهیم. گفتگوها میان نمایندگان آمریکا و گروه طالبان حدود یک سال ادامه یافت و سرانجام در ماه سنبله امسال پس از کشته شدن چند مشاور آمریکایی در پی حمله انتحاری گروه طالبان در کابل متوقف شد. اکنون ظاهراً مقام‌های آمریکایی یک بار دیگر می‌خواهند گفتگوها با گروه طالبان دوباره آغاز شود. چنان که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه هفته گذشته در سفر کوتاه به افغانستان از احتمال پذیرفته شدن آتش بس توسط طالبان سخن گفته است، اما گروه طالبان بر واکنش به این سخنان آقای ترامپ بر بیرون شدن نظامیان آمریکایی از افغانستان تاکید کرده‌اند.